انه من قتل نفسا بغیر نفس، هر کسی که انسان را بدون جرمی بکشه او فساد فی الارض، یا بدون از اینکه تو یک فساد را مرتکب شده باشه که باعث کشتنش باشه، فکأنما قتل الناس جمیعا، گناه از این به اندازه است که همه مردم کشته باشه. و من احیاها، و کسی که یک انسان را از مردن نجات بده، فکأنما احیا الناس جمیعا، مثل که همه مردم زمین زنده کرده باشی. برادرای عزیز، کشتن انسان خطرناک است، موضوع ساده و آسان نیست، از جمله گناه های بسیار بزرگ است. اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء، اولین چیزی که در روز قیامت در بین انسان ها سر از او فیصله میشه ریختاندن خون هاست. حداقل اینقدر ما میتونیم که جلو این کشتن ها و این خونریزی ها را بگیریم که جلو دست خود بگیریم. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو دست دراز میکنی که مرا بکشی، ما انا بباستن یدی الیک لتقتلنی، ما تو را نمیکشم. عثمان رضی الله عنه، عشره مبشره، سیوم یار رسول الله، رهبر جهان اسلام، در وقتش محاصره است و هر مسلمان حاضر است که جان خود سپرش کنه و فدا کنه. کسایی که محاصرهش کرده مسلمانایی است که اعتراض دارند. عثمان رضی الله عنه میتونست در مقابل از یا استاد شود، هر کسی که میامد برش عذر میکرد که برو، بگذار که اینا هر چی میکنن بکنن. عثمان و دنها اولین کسی است که به این آیه عمل کرد، گفت اگر شما دست دراز کنی که مرا بکشی، ما دست دراز نمیکنم که شما را بکشم، اینی اخاف الله رب العالمین. بنابرای خون خدا فدا کرد، ولی دست خدا بروی کسایی که اونا لا اله الا الله میگفتن بلند نکرد، دیگارم اجازه نداد. یک طریقه شیست که دست خدا حفظ کنی، دومی شیست که زبانت حفظ کنی، با زبان دایی مشکلات غرق نشی، قلمت حفظ کنی، کلکای تو چیزی ننویسه که دایی خونها تو ملوث شوی، و اگر همت بالاتر داشته باشی باز میتونی که عده‌ای از شخصیت‌های بزرگ را بسیج کنی و از اونا بخوایی که برن در بین مسلمان ها صلح کنن، جلو ریختن خونها را بگیرن. بدون شک قاتل پشیمان میشه و بدون شک قاتل مجازات میشه. الله جل جلاله ظالم قاتل در دنیا مجازات میکنه. ما دیدیم خیلی را انسانها را به دار کشیدن، بسیار به شکنجه و ظلم کشتن، به چشم سر دیدیم که ولو اگر رئیس جمهور بودن به همین قسم کشته شدن. ما دیدیم، ما به مثل خود به چشم خود دیدیم که انسانها را ظالمانه کشتن، به دار ویختن، با شکنجه کشتن، خودشان رئیس جمهور بودن عمو قسم کشته شدن. الله قاتل عمو قسم جزا میده که مقتول را کشته در این دنیا، چون ظالم است. ظالم الله در دنیا جزا میده، خیلی ها جزایشان به آخرت میمانند، ولی ظالم را الله هم در دنیا و هم در آخرت جزا میده. ان اکبر الکبائر عند الله یوم القیامه، بزرگترین کبیره در نزد الله روز قیامت، الاشراك بالله و قتل النفس، شرک به الله است و کشتن یک نفس است، ولو این نفس کافر باشه، ولو این نفس مؤمن نباشه، ولی هیچ راهی برای کشتن از تو نداری، دلیلی برای کشتنش وجود نداره، بیگناه میکشیش. از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدن که کدام گناه بسیار بزرگ است؟ فقال الشرک بالله و قتل النفس و حقوق الوالدین. روز قیامت که میشه الله شروع میکنه از خونها باغسازه، و مقتول در حالی که از بدنش خون جاریست، از گریبان قاتل گرفته کش کده پیش الله میاره و برش میگه که سل هازا فی ما قتلنی، تو امیر پرسان که به چی خاطر مرا کشتی؟ یا الله، ما چی کرده بودم که مرا کشت؟
سل هذا فيما قتلني، والله جل جلاله حقوق العباده نمی بخشه. ولی اگر کسی مسلمان و نفس مؤمن را بکشه، کسی که او لا اله الا الله میگه، کسی که به الله و وحدانیت شاهدی میته، الله جل جلاله قرآن کریم چی میگه؟ و من یقتل مؤمنا متعمدا، کسی که مسلمان را به قصد میکشه، فجزاؤه جهنم خالدا فیها، جزای ازی دوزخ و همیشه در دوزخ است، جزایش دوزخ است و همیشه در دوزخ است. و غضب الله علیه، و الله سر ازی غضب است، و لعنه، و الله ایر لعنت میکنه، و عد له عذابا عظیما، و بر ازی عذاب بسیار بزرگ را آماده کرده. لزوال دنیا، که دنیا کلا نابود شوه، اهون علی الله، پیش الله بی ارزش است، من قتل مؤمن بغیر حق، از کشته شدن یک انسان مؤمن بدون بناحق. لو اجتمع اهل السماء والارض، اگر ساکنین آسمان ها و زمین یک جای شوند، علی قطر امرئ مسلم، به خاطر کشتن یک انسان مسلمان بغیر حق بناحق، کبهم الله جميعا على وجوههم في النار، الله جزاهم همه از اینا را در روی به دوزخ میندازد. اگر به خاطر کشتن یک نفر همه اهل آسمان ها و زمین یک جای شود، الله همه ایشه به دوزخ میندازد. کسی که به کشتن یک مسلمان کمک کنه، به شطر کلمتن، به نصف کلمه کمک، یک اشاره، یک کلمه، نیم کلمه بگوی، با نیم کلمه شریک شود کشتن یک مسلمان به ناحق، لقی الله، با الله روبرو میشه، مکتوب بین عینیه، در پیشانیش نوشته می باشه آیس من رحمت الله، از رحمت الله ناامید است، کل ذنب عسى الله ان یغفره، هر گناهی را امید است که الله ببخشه، الا الرجل يموت کافرا، مگر انسانی که دنیا کافر بره باز رو الله نمی بخشه، او الرجل یقتل مؤمنا متعمدا، یا کسی که یک انسان مسلمانه به قصد به ناحق بکشه.